مرقس فصل هفتم. پیروان فرقه فریسی و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند. آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دستای ناشسته و به اصطلاح نجس غذا می خورند. یهودیان و مخصوصا فریسیان تا مطابق سنت‌های گذشته دستهای خود را به طرز مخصوص نمی شستند، غذا نمی خوردند و وقت از بازار می آمدند تا خود را نمی شستند، چیز نمی خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله ها و دیگ ها و کاسه های مسی را رعایت می کردند. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند: چرا شاگردان تو سنت‌های گذشته را رعایت نمی کنند، بلکه با دست‌های ناپاک غذا می خورند؟ عیسی به ایشان فرمود: اشعیا درباره شما منافقان چقدر درست پیشگویی نمود وقتی گفت: این مردم مرا با زبان عبادت می کنند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیفایده است، چون راه و رسوم انسانی را به جای فرایض خدا تعلیم می دهند. شما احکام خدا را گذاشته و به سنت‌های بشری چسبیده اید. عیسی همچنین به ایشان فرمود: شما احکام خدا را با چالاکی می گذارید تا رسوم خود را به جا آورید. مثلا موسی فرمود: پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود ناسزا بگوید سزاوار مرگ است. اما شما می گویید: اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کرده ام، دیگر اجازه نمی دهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند. به این ترتیب با انجام رسوم و سنت هایی که به شما رسیده است کلام خدا را بی اثر می نمایید. شما از این قبیل کارها زیاد می کنید. عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خواست و با آنها فرمود: همه به من گوش بدهید و این را بفهمید. چیزی نیست که از خارج داخل وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می سازد چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. هر کس گوش شنوا دارد بشنود. وقت عیسی از پیش مردم به خانه رفت، شاگردان درباره این مثل از او سوال کردند. به ایشان فرمود: آیا شما هم مثل دیگران نادان هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج داخل وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد؟ چون به قلب او داخل نمی شود، بلکه داخل معده اش می شود و از آنجا به مبرز می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزی است که از وجود او صادر می شود. چون افکار بد از دل بیرون می آید، یعنی فسق، دزدی، آدم کشی، زنا، چشم گرسنگی، بدنیتی، فریب، هرزگی، بدبینی، تهمت، خودبینی و حماقت. اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. بعد از آن عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین سور رفته به خانه وارد شد و نمیخواست کسی بفهمد که او در آنجاست، اما نتوانست پنهان بماند. فوراً زنی که دخترش گرفتار روح ناپاک بود از بودن او در آنجا اطلاع یافت و آمده پیش پای عیسی سجده کرد. او که زن یونانی و از اهالی فینیقیه سوریه بود، از عیسی خواهش کرد که روح ناپاک را از دخترش بیرون کند. عیسی با او فرمود: بگذار اول فرزندان سیر شوند. درست نیست نان فرزندان را گرفته و پیش سگ‌ها بیندازیم. زن جواب داد: حیاقا، درست است، اما سگ‌های خانه نیز از پس مانده های خوراک فرزندان می‌خورند. عیسی با او فرمود: برو، به خاطر این جواب روح ناپاک از دخترت بیرون رفته است. وقت زن به خانه برگشت، دید که دخترش روی تخت خوابیده و روح ناپاک او را رها کرده است. عیسی از سرزمین سور برگشت و از راه سیدون و دکاپولیس به دریای جلیل آمد.
در آنجا مرد را پیش او آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد. عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کنار برد و انگشت‌های خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد به آسمان دیده آه کشید و گفت: افتح، یعنی باز شو. فوراً گوش‌های آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف می‌زد. عیسی به آنان امر کرد که به کسی چیز نگویند، اما هرچی او بیشتر ایشان را از این کار باز می‌داشت، آنها بیشتر آن را پخش می‌کردند. مردم که به اندازه حیران شده بودند می‌گفتند: او اما کارها را به خوبی انجام داده است، کرها را شنوا و گنگها را گویا می کند.